پوریا گلباقیان هستم، پسرعمه فردین جعفری. فردین جعفری ساکن روستای اسلام آباد مابین شهر ساقس و قبرستان عایشی هستند که محل دفن ژینای امینی است. آقای فردین 28 سال و شغل ایشون کارگری ساختمونه. دیروز در سالگرد ژینای امینی آقای فردین برای خرید وسایل خانه میخوان که به شهر بروند و در راه در مسیر رفتن به شهر و بر روی جاده اصلی ساقسبانه مامورای سپاه بعد از دیدن فردین به او ایست میدن و فردین از ترس تعداد زیاد نیروها و سلاحهای بسیار سنگین شروع به دویدن به سمت خونه میکنه که ماموران با گلوله اونو دنبال میکنن و با تعداد زیاد گلوله ها و صدای اون خونواده و همه و نزدیکان اون بیرون میان و شاهد ماجرا هستن که فردین میدوه و نیروهای سپاه هم با گلوله به دنبال وی که بعد از دویدن طی مسیری متاسفانه یک گلوله به سر فردین بر اصابت میکنه و فردین بر روی زمین میفته. بلافاصله خانواده وی او را به بیمارستان انتقال میدن و بعد از این موضوع نیروهای سپاه به صحنه میریزن و به خونه پدری فردین و اولین تهدیدی که میکنن اینه که شما نباید این موضوع اصلا رسانه ای کنین و این که میگن که این کار ما نبوده بلکه کار پیشمرگهای احزاب کردستانی بوده، با اینکه همه در صحنه شاهد هستن که کار اونا بوده، سربازای اونا بودن، اما اونها منکر این موضوع میشن. ولی با پافشاری زیاد خانواده که و اینو قبول نمیکنن که نخیر قطعا کار شما بوده و تا همین امروز هم رفت آمد زیادی هست به خونه ایشون و همچنان وضعیت سلامتی آقای فردین اصلا خوب نیست و متاسفانه سطح هوشیاری ایشان خیلی پایین و در سطح 3 است. هنوز گلوله از سر ایشون بیرون نیومده و همچنان من امروز مطلع شدم که پدر فردین در دادسرای نظام از سپاه شکایت کرده و ایشان به دنبال پرونده وی هستند.